علی میسم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت میگوید که دستور تسلیمی حکومت به طالبان از ارگ ریاست جمهوری صادر می شد. نظری در گفتگوی تازه با یک رسانه ایرانی گفته است که جبهه مقاومت دو سال قبل از ساقط شدن حکومت اشرف غنی توسط احمد مسعود ایجاد شد. زیرا به گفته او ما پیش بینی کرده بودیم که امضای قرارداد دو میان طالبان و امریکا باعث فروپاشی دولت می شود. مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت می که در آن موقع به این جنبندی رسیده بودیم که نه دولت اشرف غنی و نه سایر گروه های سیاسی اراده برای مقاومت و مقابله ندارند. لذا احمد مسعود دو سال قبل از سقوط دولت فعالیت خود را آغاز کرد و بارها قبل از سقوط دولت در رسانه ها نسبت به سقوط دولت هشدار داد که اگر اقدامات صورت نگیرد طالبان می تواند کشور را ظرف چند روز و چند هفته در دست گیرد که دقیقا همین اتفاق رخ داد میسم نظری همچنان می گوید که در این دو سال هر زمانی که خواستیم فعالیت خود را شدت دهیم و مردم را بسیج و آموزش دهیم دولت اشرف غنی مانع این اقدام شد و هر بار اقدامات اصوی ما انجام می شد دولت وقت فورا و قبل از آن که طالبان وارد میدان شوند دست به خونسازازی فعالیت ما می زد. ما بارها به مبارزه پرداختیم ولی جلو کار ما از سوی دولت گرفته می شد و به همین دلیل مقاومت صرفا در پنچیر و اندراب جریان داشت و متمرکز شد. مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت با اشاره به اینکه متاسفانه اکثر تسلیحاتی که امریکا و متحدانش به افغانستان کمک کرده بودند به دست طالبان افتاد و حالا تا دندان مسلح هستند میگوید که این موضوع تا حد زیاد یک اقدام عمدی بود او میگوید که برخی از فرماندهان که در پایگاه های نظامی حضور داشتند تمام تسلیحات و استحکامات را تسلیم طالبان کردند در اکثر ولایات طالبان از طریق تلاش نظامی آنجا را فتح نکردند بلکه این ولایات و تسلیحات به آنها تسلیم شد و این اقدام بود که از سوی یک حلقه خاص در کاخ ریاست جمهوری اشرف غنی برنامه ریزی شد. علی میسم در ادامه می گوید که این برنامه یک سناریوی قومی و قبیلهی بود تا از این طریق بتوانند طالبان را به قدرت رسانده و کسی نتواند آنها را به عنوان یک قدرت بالمنازعه به با چالش بکشاند. مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت همچنان می گوید که شواهد بسیار قوی وجود دارد که نشان می دهد فرماندهان به صورت عمدی و بر اساس دستورات ریاست جمهوری تسلیحات را به طالبان واگذار کردند. این در حال است که اتهام تسلیمی حکومت از سوی اشرفخنی و حلقه نزدیک به وی بارها از سوی جریانهای داخلی و خارجی مطرح شده است